نهر دوم در بیان اصول و فروع، در بیان طهارت و صفت نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و اشارت به حقیقت هر یک و امیدواران مشارع طلب از سبابه معانی این نهر به شش رشح مقضی المرام می شوند. خب می فرماید در بیان طهارت و مسائل و موضوعات مربوط به شریعت است که گفتیم قسمت اول مربوط به شریعت است، قسمت دوم مربوط به طریقت و قسمت سوم مربوط به حقیقت. در اینجا مولانا و سخنانی که از حضرت مولانا نقل شده است در یک جا به اختصار در مورد نماز و روزه و زکات و حج و جهاد آمده است و می فرماید که اشارت به حقیقت هر یک، که حقیقت نماز چیست، حقیقت روزه چیست، حقیقت زکات و حج و جهاد از نظر عرفانی چیست، و امیدواران مشارع طلب. مشرع یعنی بزرگراه و شاهراه. سبابه معانی، سبابه یا سبابه، همه اینها رو گفتن. سبابه ظرف‌های کوچک و کوزه‌هایی که در حقیقت مجرای باریکی دارن و از آنجا معمولاً آب یا شراب خاص رو می‌ریزند. از سبابه معانی این نهر به شش رشح مقضی المرام می‌شوند. شش رشح در این نهر آمده است و نهر دوم که در بیان اصول و فروع است در شش قسمت مطرح شده. رشح اول در بیان طهارت، و آن در ظاهر رفع حدث و خبث باشد و به اصطلاح اهل باطن نگاه داشت حق است مر بنده را از مخالفت، خواه به حسب صورت از تعلق به معاصی و مباشرت آن، و صاحب این مقام را طاهر و ظاهر گویند، و خواه به حسب معنی از وساوس و حواجس و میل به مناهی و صاحب این مرتبه را طاهر الباطن خوانند. خب دو نوع طهارت رو بیان می کند. می فرماید که عوام طهارت رو فقط در دوری از حدث و خبث می دانند. حدث همان چیزهایی است که باعث می شود برای انسان یا حدث اصغر است طبق نظر فقها ها، یا حدث اکبر است. حدث اصغر آنهایی است که موجب وضو می شود، و حدث اکبر آن است که موجب غسل می شود، و همه در احکام راجع به آن آشنا هستیم و همه می دانیم که این احکام چگونه هست. به اینها حدث می گویند، و خبث هم در برابر آن است. خبث یعنی حدث باطنی. حدث امری است که ظاهرا از انسان روی دهد، مانند اینکه مثلا انسان صاحب بول و غائط و این مسائل هست که هر کدام از اینها رو تدهیر اینها و متحر کردن اینها و اینها رو انسان از خود دور کردن و بدی‌ها و زشتی‌ها رو از خود دور کردن رو در حقیقت طهارت گفتن. می‌فرماید که این طهارت دو گونه است، یا طهارت ظاهر است یا طهارت باطن است. عوام البته طهارت ظاهر رو می‌فهمد، ولی طهارت باطن بسیار امر دور از دسترسی است برای اهل ظاهر که اینها رو می‌فرماید. نگاه داشت حق است مر بنده را از مخالفت.
میگوید که طهارت، اولین فرقی که طهارت عرفانی با طهارت فقهی دارد این است که در طهارت فقهی فقها معتقدند که انسان است که خود را مطهر میکند، انسان مکلف که عاقل است میرود و حدثات و خبثات را از خود دور میکند. اما طهارت عرفانی چنین نیست، زاویه آن البته فرق میکند. معتقدند که طهارت عرفانی توسط خداوند ایجاد میشود، آن طهارت از جانب خداوند احاله میشود، وگرنه انسان تا خداوند نخواهد نمیتواند مطهر باشد و مطهر باشد. مطهر حقیقی همان خداوند است که پاک کننده است و هر چیزی رو که هم طاهر قرار داده است و مطهر قرار داده است، مانند آب، مانند آفتاب، آنهایی که در طهارات شما در توضیح المسائل دیده اید، همه آنها رو هم خدا آنگونه قرار داده است. وگرنه اگر خداوند آب رو طاهر نمی داشت، آن وقت این آب هرگز مطهر نبود و مطهر هم نبود، نه پاک بود خود و نه می توانست دیگری رو پاک بکنه. و از این جهت است که تفاوتی که هست در حدث ظاهری و حدث باطنی همین هست که در عرفان معتقدند که این حدث از جانب خداوند پاک می شود و طاهر می شود، اما در فقه معتقدند که خود انسان است که پاک می کند. این یک فرق. دوم این که در فقه فقط حدث ظاهری مد نظر است و کسی که طاهر و ظاهر باشد و مطهر و ظاهر باشد مورد پسند شرع و فقه و عقل است. اما آن چیزی که در آنجا مورد پسند است در میان عرفا البته درجات پایین تری دارد. خب همه انسان ها، همه حتی حیوانات خود رو پاکیزه می کنند، خود رو می شویند و این هیچ وقت دلیل بر مرتبه انسان نسبت به حیوانات دیگر نمی شود. غالب حیوانات در خیلی اوقات مشغول پاک کردن و مطهر کردن بدن خیش هستند و خب انسان هم به عنوان یک حیوان ناطق از آن بری نیست. اما مهمترین قسمتش این است که انسان تفاوتش با دیگران آن است که انسان باطن خود رو هم طاهر می کند که البته آنها نمی توانند چون این کاری رو بکنند و این وجه ممیزه انسان و حیوان و سایر موجودات خواهد بود. خب می فرماید صاحب این مقام رو طاهر و ظاهر می گویند. خیلی هم خوبه، طهارت ظاهری هم خوب است، اما کافی نیست از نظر عرفا. خواه به حسب معنی از وساوس، وساوس از وسوسه ها، انسان اگر از وسوسه ها خود رو پاک کند آن وقت حقیقت دارد، یعنی از وسوسه های شیطانی و از وسوسه های نفسانی و از هواجس. هواجس آن چه که بر انسان روی می دهد، هاجسه یعنی آن چیزی که آن ناپاکی که درون انسان رو در خود فرو میبرد و افکار او رو به دنبال خود میکشاند، افکار شیطانی رو در او تبلیغ میکند. و میل به مناهی، مناهی جمع منهی هست، منهی آن است که انسان ها از آن نهی شده اند. مناهی کسی که به سمت نهی های الهی میرود، کسی که منتظر است تا خداوند او را از کاری نهی کند و او البته به دنبال آن برود و مناهی الهی رو انجام دهد. به جای اینکه به اوامر الهی تن دهد، مناهی الهی رو که میبایست از آن انتها کند به سمت آنها میرود. این مرتبه رو هم طاهر الباطن خوانند. پس طاهر و ظاهر کسی است که مثلا غسل کند، بعد وضو بگیرد، ظاهرش رو پاک کند از حدث و خبث و از چیزهای دیگر، اما
طاهر الباطن کسی است که خود رو از وساوس و حواجس و از هواهای نفسانی خود رو خالی و پاکیزه گرداند. اما اینکه ظاهر و باطنش محفوظ باشد از آلایش معاصی و مصون بودن از تعلق به خواطر مناسی، نه ظاهرش را اشتغال به مخالفات و نه باطنش را میل و التفات، او را طاهر الجمعیه خوانند و از این مرتبه بالاتر طاهر السر باشد. خب کار رفته رفته سخت‌تر می‌شود. ما تا حالا با طاهر و ظاهر آشنا بودیم، اکنون کارها رو سخت‌تر کرد. آمد گفت که بعد از طاهر و ظاهر طاهر الباطن باید شد، از وسوسه های شیطانی و از خواسته های غیر حق، غیر حقانی. و البته تا جایی که طاهر الجمعیه باشد. این طاهر الجمعیه امر جالبی است، یعنی اینکه تعلق خاطر نداشته باشد، به هیچ چیزی تعلق خاطر نداشته باشد، حتی به حلال های الهی هم تعلق خاطر نداشته باشد. یعنی کسی که جسم خود رو پاک می کند و درون خود رو پاک می کند، پس از آن در مرتبه سوم به مرحله می رسد که جمعیت وجودی خود رو طاهر می کند، یعنی همه وجود خود رو پاک می کند از هر گونه شائبه، از هر گونه چیزی که او رو از یاد خداوند غافل بدارد. قبلی ها خبث و حدث خب امور ناپسندی بودند، وساوس و هواجس امور ناپسندی بودند، اما اینجا به یک مرحله‌ای میرسد که حتی امور پسندیده هم برای شخص ناپسند قرار داده میشود. آن چیزی که برای دیگران خوب است و عادی است و اشکالی ندارد، برای انسان‌هایی که مقامات بالاتر دارند البته اشکال بزرگی است. حسنات الابرار سیئات المقربین، آن چیزی که ابرار و نیکویان برای آنها انجام می‌دهند و برای نیکویان، برای افراد خوب حسنه محسوب می‌شود و برای نیکوکاران حسنه و خوبی محسوب می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌برند و اجر می‌افزایند، برای اهل جمال و اهل جمعیت برای اونها سیئه هست و بدی است. برای مقربین درگاه الهی آن کارها مشابه همان بدی هاست. یعنی اینکه هیچ وقت ما نمیتوانیم بگوییم که یک چیزی بد است یا خوب است. این جاهلانه و عامیانه هست که ما بگوییم فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است. باید بپرسیم که فلان چیز نسبت به چه چیزی خوب است و نسبت به چه چیزی بد است. ممکن است کاری برای یک انسان معمولی خیلی خوب باشد، اما برای یک انسان بزرگ آن امر بدی باشد و سیئه باشد و بدی باشد. اینها در حقیقت همین رو داره به ما القا می کند، یعنی مرتبه مرتبه پیش می برد و انسان رو از بوادی خاصی که هست از آنها دور می کند. بنابراین طاهر الجمعیه کسی است که تعلق خواطر به مناسی نداشته باشد، به آن چیزی که خیلی بقیه دوست دارند و با بقیه همراه هستند، او این رو دوست ندارد و برای این بدیست. عرض کردم به شبلی آمدن گفتن که خب زکات مال چند است؟ گفت به چه مذهبی؟ گفت به مذهب، حالا مگر زکات فرق میکند در مذاهب؟ زکات یکیست، شرع مقدس یک چیزی رو اعلام کرده است و همه باید به آن پایبند باشند. گفت از دیدگاه عموم مردم و از دیدگاه شرق یک دهم است، اما از دیدگاه شبلی همه آن ده است، همه ده، ده از ده است. خب در حالی که اقل آن چیزی که باید بدهد یک دهم است که آنچه که در زکات هست، اما شبلی میگوید در مذهب من
هر ده دهم همه آن چیزی که هست باید بدهی، بایستی در راه خدا بدهی و برای خود هیچ نیندوزی و برای خود هیچ نگه نداری. خب این دیگر یک مسئله خاصی است. اگر پایین تر بود که او رو هیچ کس نمیپسندد، ولی اگر بالاتر بود دیگر آنجا یک شأن و فضیلت خاصی وجود دارد. از این مرتبه بالاتر طاهر السر باشد و آن بنده ایست که طرفت العینی از حق تعالی غافل نباشد. سرش رو و ضمیرش رو و درونش رو پاک میکند. چون ما ذهنمون به هر جا که میرود، به هر چیزی غیر خداوند ما میاندیشیم و تفکر میکنیم، در اینجا آلوده میشود ذهن ما. چون ما در جهانی هستیم که جهان آلودگی هاست، جهانی است که ما هر قدر به چیزهای دیگر می اندیشیم، آن آلودگی خاصی که در آن چیز است در ذهن ما وارد می شود. و گناه بزرگ عاشقان سالک و آنهایی که در این مسیر هستند آن است که آنی و لحظه ای از یاد خداوند غافل باشند. اگر یک لحظه از یاد خدا غافل بودند، در آن صورت اینها طاهر السر نیستند، یعنی سرشان و درونشان و ضمیرشان هنوز پاک نشده است از افکار غیر، از افکار دیگران، از توجهاتی که به دیگران دارد. و اینجا سخن در آن است که سالک باید که به طهارت ظاهر قناعت نکند. اگر شخص عامی هستی همونقدر بس است برایت، نیاز نیست بیش از آن. سعی کن اصول شریعت رو رعایت کنی و طهارت رو بر جا بیاری، وضو بگیری، غسل کنی و تمام اون شرایطی که وجود دارد رو. اما کسی که سالک راه است، بیشتر میخواهد پیش برود، آن شخص براش قانع کننده نیست که به همین ها بسنده کند، به طهارت ظاهر قناعت نکند و از طهارت باطن که اصل است غافل نشود. تصوری بفرمایید، کسی ایستاده است و نماز میخواند. خیلی بخواهیم مثال عمومی بزنیم. از دیدگاه فقها ها اگر این شخص ذهنش در بازار باشد، در مدرسه باشد، در دانشگاه باشد، در خانه باشد، در هر جا باشد، به هر حال فقها ها میگویند چون ظاهر او، اگر در عرف ظاهر نگاه کنیم و ببینیم، خواهیم دید که او رکوعی میکند و سجودی میکند و قیامی میکند و شهادتین میگوید و آنچنان که هست. پس نماز او مقبول است. نماز او به صرف اینکه ظواهر اعمال رو بر جای می آورد آنجا مقبول است و به هر حال ممدوح هم هست، پسندیده هم هست. اما عرفا میگویند تا طاهر الباطن نباشی نمازت مقبول نیست. اگر در نماز به یاد چیز دیگری غیر از خدا افتادی، آن نماز مقبول نیست. در حالی که فقها گفتند مقبول است. و البته خیلی خوب کردن که فقها که گفتن مقبول است. اگر قرار بود مقبول نباشد، ما چه می کردیم با این نمازهای دست و پا شکسته؟ واقعا لطف خداوند شامل ما، حال ما شده است که آن نمازهایی که من می خوانم مورد قبول حضرت حق باشد. اما واقعیت این است که نمازی که در آن طاهر است باطن نباشیم و باطن و طهر شخص نباشد، در آن صورت این فایده ای ندارد و این نماز رو به چیزی نمی خرند و این نماز پشیزی نمی ارزد. اما خب این دیدگاه هست، که دیدگاهی که عرفا دارند و با دیدگاه عوام مردم البته متفاوت است. از طهارت باطن که اصل است غافل نشود، تا کم کم که این طاهر الباطن بود، کم کم پیش می رود و به طاهر الجمعیه می رسد. جمیع افکار خودش رو، جمیع خواسته های نفسانی خودش رو در مسیر خداوند قرار می دهد.
تا به مرتبه ای رسد که حقیقت طهارت که آن طهارت است از دید طهارت برسد. که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین کما اشار الیه المولوی، که فرمود ان الله یحب التوابین، خداوند دوست می‌دارد توابین را، کسانی که بسیار به سوی خدا برمیگردند و به سوی خدا همواره در حال رجوع به سوی خداوند هستند، خداوند اینها رو دوست می‌دارد. و یحب المتطهرین، یه جایی هست یحب المتطهرین، خداوند هم متطهرین رو دوست دارد هم متطهرین رو دوست دارد. تفاوت اینها در این است که متطهر خود البته به واسطه وجود خداوند و به خاطر عنایات خداوند پاکیزه شده است و خود عقیده او نیز در اینجا تأثیر داشته است و خود نیز در راه طهارت قام برداشته است. اما متطهر دقیقا کسی است که بر اثر مطاوعه و قبول اثر فعل کرده است، یعنی باب افتعال به آنجا اشاره دارد که به مطاوعه اشاره دارد که شخصی کاری انجام میدهد و او ای رو میپذیرد، مثل اینکه فعل لازمی که یک نفر متعدی است، یک نفر کاری انجام میدهد و او لازم است و این رو خود به خود و بدون مقاومت میپذیرد. این که میفرماید یحب المتطهرین یعنی کسانی که بتوانند متطهر باشند و پاکیزه شده باشند. این نجاست ظاهر از آبی رود. مولانا میگوید این نجاست های ظاهری که هست، یک آبی بریزی و آب بشوری میرود. این نجاست ظاهر از آبی رود، آن نجاست باطن افزون می شود. اما اگر آنجا رو، اون نجاست باطنی رو، اون وسوسه های شیطانی و آن هواجس نفسانیه رو و امور نفسانیه رو اگر در خودت پاکیزه نکنی، آنها کم کم رشد پیدا خواهد کرد. این نجاست ظاهر از آبی رود، این نجاست های ظاهری زود از بین می رود، آن نجاست باطن افزون می شود. آن نجاستی که در آنجا هست او هر لحظه بیشتر می شود. کینه ای که انسان به کس دیگری دارد، اگر سریع خود رو از بیماری کینه، از بیماری حسد، از بیماری دشمنی خود رو نرهاند و از دست این بیماری عظیم نجات پیدا نکند، این کینه و حقد و حسد و بدیهای دیگر همچنان در قلب او مشتعلتر می شود و آتش او شعله ورتر می شود و درون او رو خواهد سوزاند. جز به آب دیده نتوان شستن آن. خب میگوید چگونه؟ اینکه من با آب معمولی میتوانم طهارت ظاهری بکنم، اگر دستم نجس بود میتوانم با آب سه بار بریزم یا بشویم و تمام شود. اما آن نجاست باطنی رو چی کار کنم؟ آن چیزهای بدی که در درون من است و نفسانیات من است، من او رو با چی کار کنم؟ مولانا خیلی راه حل عملی زیبایی میگه او رو با آب ظاهر باید بشوری، چون ظاهر است با آب ظاهر باید بشوری، این چون باطن است بایستی با آب باطن بشویی. جز به آب دیده نتوان شستن آن. با آب دیده، با گریه و اشک و تضرع و ناله و زاری در مقام حضرت کردگار، در پیشگاه حضرت احدیت، با آن توبه و لابه و انابه هست که میتوانی اون قذارت ها و پستی های درون را بشویی. چون نجاسات بواطن شد عیان، چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر تن ظاهرا. قرآن فرمود انما المشرکون نجس، همانا مشرکان نجسند. خیلی ها اشتباه کردن، فکر کردن که دست دادن به مشرکان دست آدم رو متنجس می کند، فکر کردن مردار است و اگر دست بزنی مردار می شود، یعنی حمله به ظاهر کردن. مولانا می گوید این تفسیر غلط است. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر تن ظاهر. آن نجاست که بر تن اون نیست، ظاهرا خیلی هم می بینی که خیلی هم
تر و تمیز و خیلی ادکلونی و خیلی هم زیبا و به هر حال چیز. پس این نجاست چیست؟ نجاست کجاست؟ ما این نجاست درون رو چگونه میتوانیم ببینیم؟ میگه ظاهر کافر ملوث نیست زین که نجاست هست در اخلاق دین. میگوید آن نجاست کافر در دینش است، وگرنه در ظاهر که ملوث نیست. ملوث یعنی پلید و لوس شده. این نجاست بویش آید هفت گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. میگوید این نجاست ظاهری که هست، حالا همه از کنار مزبله ها و جاهای نجس عبور کرده ایم، نهایتا هفت قدم که بروید دیگر از آن چاه مخصوص دیگر بویی بر نخواهد نخواهد آمد به مشام. وان نجاست بویش از ری تا به شام. این از ری تا شام بوی نجاستش همچنان هست. مدتی حس را بشوزا به عیان، این چنین دان جام شویی صوفیان. میگه صوفیان و عرفای راه حق و حقیقت جامه را چگونه میشویند؟ اینها جامه ظاهر را نمیشویند، جامه باطن، جامه تن را نمیشویند، جامه اخلاق خود را میشویند، جامعه درون خود رو، لباس اندرون خود رو که هیچ کس نمی بیند او رو می شویند. این حسه ها رو از آب عینی و از آب که دیده می شود بشوی، برو با چیز دیگری خودت رو بشوی. چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاکان خیش را بر تو زند. خیلی زیباست، وقتی که تو پاک شدی پرده ها کنده می شود، جان پاکان خیش را بر تو زند. پاکانی هستند که دارند می گردند، فرشتگان و انسان های بسیار بزرگی هستند که جانشان از تو دور است. چرا؟ می گویند در روایت ها هست که سیر و پیاز کم بخورید، چرا که فرشتگان از این بو بدشان می آید و سراغ شما نخواهند آمد. ایش صبح تا شب، شب تا صبح سیر میخورد، پیاز میخورد، یا به قول قدیمی ها گندنا میخورد و انتظار دارد که مثلا فرشتگان دور و برش بال و پر بزنند. خب این حالا یک چیز، یک امر بسیار ظاهری است. حال همه کارها را میکند، در درونش حقد و حسد و کینه و دشمنی دارد و تصور میکند با این محبت فرشتگان خواهد شد. یک نماز غلط قلوتی میخواند که دلش هم با اونجا نیست، بعد 10 دقیقه دعا میکند و همه چیز از خدا میخواهد و معلوم نیست که این رو در ازای چه میخواهد. در ازای این عبادت بسیار فقیر و حقیر. و اتفاقا اگر بداند و درون خودش رو پاک کند از قذارت ها، از وساوس، از حواجز، در آن صورت هست که راه به جایی خواهد برد. چون شدی تو پاک پرده برکند، خداوند پرده برداری میکند، پرده از رخسار خود بر میدارد، جان پاکان خیش را بر تو زند. لازم است تو بری، جان پاکان و روح پاکان به سمت تو می آید. خیلی ها میپرسند ما چرا حال نماز پیدا نمی کنیم؟ چرا ما حال عرفانی در نماز پیدا نمی کنیم؟ بعد نماز بخواند بایستی تا وقت نماز فکرش به نماز باشد. بایستی اگر نماز ظهر میخواهد بخواند، از وقتی نماز صبح رو خوند بایستی تفکرش در نماز باشد، پی نماز باشد که خداوندا کی نوبت میرسد. اینها رو که میگم از مثنوی است که من به زبان ساده از میکنم. مولانا میفرماید بگه که خداوندا کی آن بانگ روحانی برخواهد خواست و کی ما را به سمت خود دعوت خواهی کرد. این که پیغمبر میفرماید ارهنا یا بلال، ای بلال ما را راه بده، راه روح بده، به ما شراب عشق و عرفان بده. یعنی چه؟ یعنی برو از آن بگو،
برو اذان بگو و ندای حضرت پروردگار رو بر جان و دل ما برسان. آنقدر مشتاق است که منتظر وقت نماز است، منتظر است که وقت برسد و کاری کند. اما امثال بنده میگویم وای نمازم هم مانده است، ساعت 11 شب وای الان قضا میشود و نمازم مانده است، ساعت 5 و نیم عصر میگم وای نمازم، وای که میگوییم این خیلی جالب. حالا این برای کسانی است که تازه نماز میخوانند، حال آنان که دیگر به کلی از این مسائل دورند دیگر حساب آنها جداست، ما با آنها سخنی نداریم. اما اینکه این نماز رو به این شکل بخواند چنین، ولی اگر واقعا همه فکر و ذکرش در نماز باشد و در آنجا به نماز حقیقی روی بیاورد پس از آن طهارت باطن، خب طبیعتا جان پاکان بر او خواهد. این خیلی حرف مهمیه، این خیلی چیز عظیمیه. هی فرشتگان از چپ و راست می آیند، خود رو به او می مالند، خود رو بدنشون رو و بالهایشون رو به بدن نمازگزار می مالند و عطرشان رو انسان می تواند درک کند. یکی از دوستان خاص ما بود، دیدم گریه می کند، گفتم چرا می گریه؟ خودش رو خیلی اذیت می کرد. گفتم چی؟ گفت 40 روز هر وقت سجده می روم بوی خوشی می آید، امروز نیامد، من ناراحتم، من نمی دانم چه کنم، چه کردم من که آن بوی خوش دیگر مشام من نیامد، آن عطر بال فرشتگان، عطر نفس فرشتگان در دم من اثر نکرد. چه شده است؟ من چه کار کردم؟ داشت اعمال خودش رو بررسی کرد، چه اشتباهی کردم؟ این چنین است. یعنی کسی که به زور حالا بیاد یک نماز آنچنانی هم بخواند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، هیچ طوری نخواهد شد. چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاکان خیش را بر تو زند، مظهر غفران اویند اولیا، رحمت اهل خصوص هند انبیا. انبیا برای اهل خصوص هند، برای همه که نیستند. مولانا زیاد گفته، میگوید همین احمد بود، یکی ابولهب سخنش را شنید، یکی ابوذر سخنش را شنید، این چه کرد و آن چه کرد، یکی حمزه سخنش را شنید، یکی علی سخنش را شنید و دیگر ابوجهل و عتبه و اینها شنیدند. چه کرد این سخن که سخن ناب بود، سخن پاکی بود، این عطری بود که در جان همه میتوانست افشانده شود. چه شد؟ این پذیرفت و آن منکر شد. قصه همین است، قصه از پاکی درون حکایت می کند. اگر من درونم پاک است، در آن صورت آنچه که می آیند آنجا انبیا اهل خصوصند، خصوصا دل می جویند، خداوندان دل دنبال دل هستند، می آیند و نظاره می کنند. در نماز می آیند تو را نظاره می کنند، ببینند دلت در چه حالی است. آنها می بینند و می دانند که دلش اکنون در چه مرحله است و چه می خواهند. اگر دیدند دلت آن دل حقیقی است، آن دل معطر است، البته به سمت تو خواهند آمد، وگر نه فرسنگ ها با تو فاصله خواهند گرفت. مظهر غفران اویند اولیا، اولیا مظهر بخشش خداوندند، رحمت اهل خصوصند انبیا، انبیای الهی رحمت اهل خصوصند، از خدا گیرند رحمت دم به دم، تا فروشویند ما را از اسم. دم به دم، نفس به نفس از خود، از رحمت خداوند میگیرند اولیا و ما را از اسم، یعنی از گناه ها ما رو میشویند. این هم جواب به آنها نیست که میگویند انبیا و اولیا به چه درد میخورند، اولیا و اهل بیت به چه درد ما میخورند. ما مستقیم با خود خدا سخن خواهیم گفت. این از نظر عرفان این سخن بسیار مطرود و واقعا نامقبول است. اصلا اساس عرفان بر اساس ولی الهی است، اساس عرفان بر اساس پیر الهی است که بتواند آن تشعشعات رحمانیه و آن فیضات
رحمانیه رو بیار برد و در جان و دل سالک بنشاند. از خدا گیرند رحمت دم بدم، تا فروشویند ما را از اسم. رحمت رو می آورند و با رحمت الوهی ما رو از گناهان پاک می کنند و ما رو از گناهان می شویند. تمثیل در این باب که آب رحمت اولیا مطهر ادناس خلایق است و مطهر آن آب باز رحمت حضرت وهاب است. چنانچه آب همه پلیدی ها را پاک می کند، خدای تعالی باز آب را از پلیدی پاک کند. و هوال قدوس. به اسرار و رموز خاصی اشاره می کند. می گوید خب الان اولیای الهی آمدن و به واسطه همصحبتی با ما این ادناس و دنس ها و پلیدی ها را از وجود و از درون ما شستند. وقتی اینها آمدن، این پلیدی ها و هواهای نفسانی، هواجس و وساوس و ادناس رو از ما شستند، خب آنها خودشون تحت تاثیر این قرار میگیرند. وقتی ما آبی با آبی چیزی را میشوییم، آن آبی که میماند خود او کمی مکدر میشود و کدر میشود. خب حال آنها چه میکنند؟ یعنی اولیای الهی که میآیند با افراد معمولی دمخور میشوند، بدیهای اونها هم تا حدودی، ادناس اونها هم تا حدودی در اینها رخنه میکند و در وجود اینها قرار میگیرد. این بسیار امر تخصصی است. میگوید که بعد از آن خداوند او رو خودش به سمت خود میخواند، اولیای راهی رو، و خود با آب الوهیت خود آنها را دوباره پاکیزه میکند. آبی که با پاکیزه کردن چیز دیگر از پاکیزگی آن کاسته نمی شود و فرقی برای او نمی کند، چون او وصل به کر است، وصل به اصل است، وصل به هر چیزی است که همه جهان از اوست. آب بحر آن ببارید از سماک، تا پلیدی ها کند از خبث پاک. خب میگه آب از سماک، سماک همان آسمان یا سما یا سماک که همزه تدبیر کاف شده، یعنی از آسمان آب به خاطر آن باریده است تا پلیدی ها کند از خبث پاک. تا اینکه پلیدی ها، خباثت و زشتی پلیدی ها و پستی ها و چیزهای کثیف رو پاک کند. خب آب آمده خیلی چیزها رو پاک میکنه دیگه، تمیز میکنه. آب چون این کار کرد و شد نجس، یا نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. میگه این آب که آمد نجس ها رو انقدر شست تا جایی که خود آب هم، قدما معمولا این آب رو که میشستن، این آب که تهش مثلا لباس ها رو شسته اند، آبی که در ته این ظرف میماند، البته آب پلید و کثیفی است، میگوید حس انسانی او رو رد میکند و او کثیف شده است. حق ببردش باز در بحر ثواب، دوباره در دریای ثواب برد، تا بشست از کرم آن آب آب. این آب آب چیزی است که حقیقتا میتوان چند جلسه راجع بهش صحبت کرد و البته ما این فرصت رو نداریم. آب آب از تعبیرات خاص مولاناست و کس دیگری این رو نتوانسته به کار برد، چون میگوید آبی که آمد و پلیدی ها رو شست، یک آب هم لازم است تا اون پلیدی ها رو بشوید. آب آب در حقیقت محضر حضرت ربوبی است که اولیای الهی رو از ادناس ظاهریه و باطنیه پاک و پاکیزه و مطهر می کند. آب آب یعنی آبی که آب است و مثل جان جان، یعنی اصلی ترین چیز و آبی که حقیقتا آب است، آبی که تمامی زیبایی های آب رو مضاعفاً دارد. سال دیگر آمدان دامن کشان، هین کجا بودی به دریای خشان؟ هین بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. خب اینها میگوین که من خوی یزدانی گرفتم. اولیاء الهی میآیند به ما میگوین که چرا خویهایتان اینقدر بد است، چرا اخلاق شما اینقدر بد است.
مگر خداوند نفرمود تخلقو به اخلاق الله، اخلاق الهی به اخلاق الهی تخلق نمایید. خداوند ما رو دستور داده به اینکه اخلاق الهی رو در خود بگیریم. خداوند هر گونه هست، ما هم باید آنچنان باشیم. اگر خداوند مهربان است، ما هم باید مهربان باشیم. اگر او معطی هست، عطا کننده هست، ما باید عطا کننده باشیم. اگر او رازق است، ما هم باید به دیگران روزی برسانیم. هر چه که آن بزرگ می کند، ما هم بایستی همه آنها را انجام بدهیم. این معنی تخلق به اخلاق الهی است. می گوید که گرفت از خوی یزدان خوی من. خوی من از بس، چه کسی با هم خوی می شود با خدا؟ کسی که با او بیشتر باشد. وقتی دو کس در کنار هم بودن، خویهای هم دیگر در هم اثر می کند. و اینها چون بیشتر در محضر خدا بودند، از جانب خدا آمدند و در محضر و در حضرت حضرت کبریایی هستند، در این صورت خویهای اینها به خوی الهی نزدیک شده است. این بیایید ای پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. ای آنهایی که اخلاقتان بد است، رذایل اخلاقی شما را احاطه کرده است، بیایید در جنب ما باشید، بیایید در کنار ما باشید. این اخلاق خوب ما در شما اثر خواهد کرد، مطمئن باشید. به خاطر همین است که در اسلام گفتند که با بدان منشینید و با نیکان بنشینید. هیچ لازم هم نیست حرفی بزنید، هیچ لازم نیست کاری بکنید، هیچ لازم نیست از حضورشان بهره برید. همین که در کنار خوبی باشید که خیلی خوب باشد، آن خوبی یک چیز در حقیقت چیزی است که اشاعه می کند، خیلی سریع به دیگران رو هم در خود و در اندرون خود می گیرد. مصری است، یک خوبی مصری است و سرایت می کند، خیلی سریع سرایت می کند. انسان اگر در نزد انسان‌های خوب باشد، حتی از لحاظ متافیزیکی هم ما تصور کنیم، وقتی که حاله های انسان‌های خوب در حاله های انسان‌های بد متمکن می شود، در هم در می آیند، در آن صورت خوبی های اینها به همدیگر اثر می گذارد. ما مثالی داریم در ترکی که میگن اگر اسب رو با اسب ببندی، اگر هم رنگ هم نباشند، هم خوی خواهند شد. معمولا اسب های وحشی که تازه آورده اند و میخواهند اینها رو تربیت کنند برای اینکه اینها رو در مسابقه شرکت بدهند، اینها رو میارند در کنار دو تا مادیان قرار میدهند این اسب های چموش رو، و معمولا روششون است دو هفته اونجا باشن، کم کم از اون حالت به قول معروف فرود میآیند و قابل تعلیم و تربیت میشوند، از اون وحشیت سر میکشند. این است که خیلی بحث مهمی است. انسان هم وقتی اسب از اسب اثر بپذیرد، البته که انسان از انسان اثر بسیاری خواهد گرفت. به خاطر همین است گفتند در مجالس لهو و لعب نروید، در مجالس بد نروید، در مجالسی که انرژی های منفی در آن هست اونجا شرکت نکنید، و بروید در جایی که اونجا همش انرژی های مثبت است، جایی که قرآن تلاوت شده است، جایی که انسان‌های خوب در آنجا بودند، جایی که از خوبی و نیکی و زیبایی و عشق سخن رفته است، نه در جایی که کینه و حسد و حقد روی داده است. شما به دادگستری تشریف می‌برید، چقدر آنجا می‌توانید بمانید؟ من که من اگر راهم از آنجا افتاده باشد، واقعاً سعی می‌کنم هرچه سریع‌تر از آنجا بیام بیرون، احتمالاً شما همچنین. ولی در یک محل خوب، در یک جای عالی، انسان دوست می‌دارد که شب و روز در یک مسجد زیبا و مسجد عالی که پر از انوار الوهی است در آنجا باشد و هیچ احساس بدی هم ندارد، بلکه احساس بسیار خرسندی و خوشحالی هم دارد. هر جایی که سخن از عشق گفته شده باشد، آنجا آن فضا زیباست، و هر جایی که سخن از کینه و دشمنی و چیزهای دیگر برود، در آنجا البته امر خیلی سختی خواهد بود. اینها اثر خواهد گذاشت در دل انسان، اثر می، حتی در چهرهش، حتی در قیافهش اثر می گذارد. این اثرات آنقدر مؤثر و مهم است. آب در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پا
ملک پاکی دهم افریت را، من افریتی که آمده است او رو مانند او پاک کنم. ملک هم میتوانید بخونید به عنوان پادشاه مطلق خداوند، ملک هم میتوانید بخونید که البته اینجا فکر کنم ملک بهتر باشد، در پذیرم جمله زشتیت را، همه زشتی های تو رو من میپذیرم. خداوند به گونه ای نیست که بگوید تو زشتی، من تو رو نمیخواهم. خداوند درست جمال رو دوست دارد، اما زشت ها رو هم از خود نمیراند، دوست میدارد که زشتی ها رو هم تبدیل به جمال کند. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را. افریت جنی رو میگوین که پیر شده است و بسیار هم جن اجنه شیطانی رو معمولا افریت میگن. میگه ملک اگر باشد میتوان آن افریت ها رو هم بهتر بکنه، مانند حضرت سلیمان که افریت ها رو منقاد خود کرد. چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل پاکی ها روم. اونجا اصل پاکی هاست و طهارت حقیقی آن است که انسان به سوی اصل پاکی ها برود. دلق چرکن برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دیگر. یک دلقی، اون لباس چرکینی که دارم برکنم و بندازمش دور، چون آنجا خلعت شاهانه و خلعت پادشاهی، خلعت عشق و معرفت و عرفان به من خواهند داد. یکی از شیعیان حضرت امام صادق علیه السلام بود، زنی بود که یاران حضرت امام صادق آمدن به ایشان عرض کردن که یا ابن رسول الله، یک خانمی هست از شیعیان شما در حال احتضار است، خیلی جزع فزع می کند، خیلی ناله می کند و جانش هم به در نمی آید، اگر می شود عنایتی بفرمایید. حضرت به عیادت اون فرد می رود و می بیند خیلی ناراحته. یک سوال، خب شخص عامی بوده است، یک سوال خیلی عامیانه می پرسد. می گوید چرا؟ گفت من از مرگ می ترسم، به خاطر همین نمی خواهم بمیرم. امام یک مثال خیلی ساده می فرماید که اگر لباسی داشته باشی که بسیار چرکین است و کثیف است و بویناک است، اگر او رو تو کناری بگذاری و به جایش یک حله دیبا و بسیار زیبا و از حله های یمنی به تو بدهن و تو در تن بکنی، آیا این زیباتر نیست؟ گفت بله، خیلی خوشم میاد. گفت آن وقت ناراحت میشه؟ گفت نه. گفت همین جسم تو همان است، جسم تو همان لباس کثیف است و در حقیقت مردن تو آن لباس دیگری که حریرمند است و زیباست و همه آرزوی او رو دارن. آن زن آرامش یافت و با آرامش دنیا رو ترک گفت. این است که میگوید دلق چرکن برکنم آن جاوز سر، خلعت پاکم دهد بار دیگر. تا من این دلق چرکین رو رها نکنم، او به من آن خلعت رو نخواهد داد. کار او این است و کار من همین. خب او کاری دارد، من هم کاری دارم، او میداند چه میکند و من هم بایستی مطیع اراده او باشم. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. رب العالمین من عالم آراست، تمامی جهان رو آرایش میدهد. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنامه آب را. میگوید اصلا اگر این زشتی های ما نبود، خداوند چرا آب رو میفرستاد؟ آب حیات عشق را میفرستاد که تا در رگ ما روانه کنند. چرا او میفرستاد تا ما رو از خبث ها و حدث ها و از زشتی ها و پلیدی ها بشویند؟ اگر زشتی ما نبود، آن آب خدا به چه درد میخورد؟ اگر این گناهان ما نباشد، آن غفران و رحمت الهی از کجا سر بر خواهد کرد؟ تصور بفرمایید هیچ کس هیچ گناهی نکند، پس خداوند غفرانش رو چه کند؟ تصور بفرمایید هیچ کس عطشان نشود و عطشناک نباشد، این همه آب در جهان برای چه جاری اند؟ اینها به چه درد میخورند؟ اگر گمراهان نباشند این اولیای الهی، پس در چه کاری باید باشند؟
گر نبودی این پلیدی های ما کی بودی این بارنامه آب را، چون نماند مایه اش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود، ناله از باطن برآورد کی خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا، ریختم سرمایه بر پاک و پلید، ای شده سرمایه ده هل من مزید. لطف را گوید ببر جای خوشش، هم تو خورشیدی به بالا برکشش، راه های مختلف میراندش، تا رساند سوی بحر بی حدش، خود غرض این آب جان اولیاست، که غسول تیرگی های شماست. میگوید این همه سخن از آب گفتم، منظور اولیای الهی هستند. این آبی که من گفتم روان شد، همان اولیای الهی هستند. خداوند این اولیای الهی را فرستاده است تا اینکه ما رو پاک کنند، و هرگاه که خود آنها هم به واسطه پاکی که در ما ایجاد آوردند خودشان اندکی آلوده شدند، آن آلودگی را هم خداوند با آب پاک می کند. وقتی آب بدی ها رو پاک کرد، آب بدی های و پلیدی های آب رو پاک خواهد کرد. می گوید وقتی که مایه اش ماند، یعنی آبی که مانده است، توضیح عرض کردم که در تشت آب مثلا چیز رو شستن مانده است، این مایه تباهی است، و خود آن هم وقتی به دریاهای الوهیت متصل شد، البته حالت پاکیزه پیدا خواهد کرد.